حیف، آره حیف، علاقه من، دل عاشق ساده من، دیگه قید این عشقو بزن دل من. نه اگر بخوام سحر رو از دید شخص سوم تعریف کنم که چه شخصیتی داره، باید بگم یه ذره سحر شاید عجیب باشه. من یک نقطه صفر دارم، یه نقطه صد. یا خیلی خیلی خوب و مهربونم، یا خیلی بد اخلاق و سخت میشم. ببینیم، بعضی وقتا خیلی آدم صبوریم، خیلی مهربونی میکنم، خیلی زود رنجم، بعضی وقتا اصلا هیچی برای مهم نیست، خیلی نسبت به همه چی خونسام. من با لباسام خیلی شخصیتم عوض میشه. مثلا اگر لباس اسپورت بپوشم خیلی شیطون میشم، اگر خب مثلا کلاسیک بپوشم خیلی با منش برخورد میکنم و خانوم و آروم و بستگی به لباسام هم داره یه ذره اخلاقم. نمیدونم، شاید خیلی عجیبه برام که چه تأثیری میتونه داشته باشه این چیزا رو، ولی خب داره دیگه. میتونم بگم جز زنایی هستم که بسیار قویم و خب خیلی روی پای خودم تونستم وایسم و خیلی مشکلاتم رو خودم حل میکنم. یعنی قوی بودن خب به چی معنی میکنی وقتی تو میتونی اصلا 19 سالگی خودت خارج از ایران زندگی بکنی و پیشرفت کنی و زندگی تو بسازی توی کشور دیگه؟ خب یعنی قوی بودن. شهرت هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که خب تو خیلی از مردم انرژی خوب میگیری، مردم دوستت دارن، خب میشناسنت. همه آدما دوست دارن مردم دوستشون داشته باشن، آدمای دیگه بشناسنشون، بهشون اهمیت بدن. هیچ آدمی نیست که بگه نه من از شهرت خوشم نمیاد، اگر بگی دروغ گفته. و اینکه خب خوبیاش اینه، ولی بدیای دیگه ای هم که داره اینه که خیلی زندگیت سخت میشه، خیلی کارا نمیتونی بکنی، خیلی جاها رو نمیتونی بری، خیلی باید مواظب باشی که چی کار میکنی و چی میگی. حرف زدنت، گفتارت، برخوردت خیلی سخت میشه. خب نمیتونی خیلی راحت مثل آدمای دیگه زندگی بکنی، هر کاری دلت میخواد بکنی، تو هر جایی دلت میخواد بری. یه ذره محدودیت به وجود میاره. البته یه ذره نه، خیلی محدودیت به وجود میاره. ولی خب از یه بابتایی هم خب خوبه دیگه. کسی که میخواد معروف بشه خب پیه اینم چی میگن؟ اصطلاح چی میگن؟ پیه اینم به تن خودش میماله که آقا من اگر اینو میخوام اینو از دست میدم، اگر اونو میخوام نباید شهرت رو بخوام. بدترین روزای زندگی تو غربت، این بدترین روزای زندگی منه. من با اینکه این همه سال از ایران بیرون اومدم زندگی میکنم، ولی هنوز وقتی بهش فکر میکنم بدترین روزای زندگیمو اینو میبینم که از خانوادم دورم، تنها توی غربت زندگی میکنم. این برای من همیشه همیشه تا آخر عمرم بدترین روزای زندگیمه. همیشه دارم بدترین روزای زندگیمو همراه خودم میکشم، ولی خب میتونم بگم روزای خوب زندگیم داخل روزای بد زندگیم به وجود میادش. بهترین روزای زندگیم اگر بخوام بگم چه روزایی بوده، خب زیاد بوده. اگر بخوام مثال برات بزنم اینه که خب روی استیج وقتی انرژی از مردم میگیرم خیلی حس خوبه میده. شاید اون شب یا اون روز که برنامه اجرا کنم برام خیلی جالب و جذاب باشه. چی بگم از احساسم، از این دل لجبازم، درست روش حساسم ولی مردم واسم، دیگه باید عشقو از سرم بندازم. از این به بعد تنها میرم یه جای دیگه که شاید بتونم اونجا راحت کم کنم از دردا. خواستم من دیگه اعصاب خستم، من در قلبم رو بستم، از این به بعد تنها میرم یه جای دیگه که شاید بتونم اونجا.
سیامک قهرمانی هستم، سرپرست آرتیست منیجمنت رادیو جوان. این افتخار دارم که منیجر خانم سحر هستم و حدود یک سال خورده است که داریم با هم کار میکنیم. من میتونم بگم از همون موقعی که رادیو جوان شروع شد با بچه‌ها دوست بودم، آشنا بودم و حدود 12 سال است که با بچه‌ها کار میکنم و حدود 2 سال پیش بود که بچه‌ها با من تماس گرفتن و گفتن که رادیو جوانم در نظر داره که یه سری از آرتیستایی که خودمون آرتیستای لیبل رادیو جوان هستن و خود ما هم بتونیم منیج بکنیم. خیلی وقته که باهاشون کار میکنم، ولی خب به تازگی کارامون استارت خورده به خاطر اینکه خب من انگلیس رفتم زندگی کردم و خب اجازه کار نداشتم، اجازه خروج نداشتم. الان میتونم بیام بیرون دیگه، الان که استانبولیم و خب برنامه یواش یواش داره شروع میشه باهاشون. یکی از سخت ترین چالنجایی که با خانم سحر داشتیم از همون شروع اول همکاریمون مسائل امیگریشن و پاسپورت و اینا بودش که متاسفانه تا اومدیم شروع کار بکنیم به یه دیوار خیلی بزرگی خوردیم و یه سری از برنامه‌هایی که ریخته بودیم همش عقب افتاد و خب اون برنامه خیلی مهم بود، برای اینکه نمی‌خواستم احیانا خانم سحر اسمش بد در بره تو مارکت یا برنامه‌گذار نتونن اعتماد بهش بکنن. سختی اولمون اون بود که با هم کار کردیم و با درک تمام برنامه‌گذارا تونستیم این مرحله رو رد کنیم. خب ببین، 100% داشتن یه منیجر حرفه‌ای خیلی میتونه مفید باشه، از نظر حرفه‌ای بودن، از نظر اینکه کارا تو همه رو برات تنظیم میکنه، در کنارت وقتی تو میخوای بری کنسرت یا هر کاری رو انجام بدی این حمایتت بکنه، این خیلی مهمه. آره، توی کار من میتونه داشتن منیجر و بودن این آدم خیلی مفید باشه. کی عاشقت شده، کی عاشقت کرده، کنارمی اما از عطر من ردی روی لباست نیست، تصویر تو تاره پلکای من خیسه اما قباست نیست. من توی غذاها قرمه سبزی خیلی دوست دارم، یعنی چه قبل از اینکه ویژیتریان بشم قرمه سبزی خیلی دوست داشتم، الانم که بدون گوشت درست میکنم بازم خیلی دوست دارم، یعنی برای من خوشمزه ترین غذا قرمه سبزیه. نه، به خاطر سلامتی که ویژیتریان نشدم، من به خاطر دلسوزی ویژیتریان شدم، ترجیح میدم نخورم چون از وجدانم کمتر تو زندگی. ببین، وقتی که ویژیتریان شدم یه دونه فیلم دیدم، سر یک گوسفندی بوده بودن، داشتن میکشتنش رو زمین ببرنش حالا هر جایی که میخوان بقیه کاراشو انجام بدن، این برش دنبالش میدوید. این خیلی ناراحت کننده بود برام. تو مثلا واقعا بعد وقتا به این فکر کردی که گوساله میخوری، بچه یه حیوانه، این بچه هست میخوری، چقدر بچه یه آدم میتونه مثلا دوست داشتنی و خوشگل باشه؟ خب بچه حیوان ها همین جوری هم دیگه، که مثلا ما جوجه میخوریم و گوساله میخوریم و بره میخوریم و همین بره تو دلی که خیلی معروفه، خیلی هم محبوبه، مثل این بچه که چیکن مامانشه در بیارید بخوری باشه. خیلی هستن ناراحت میشن از این قضیه که تو چرا میگی ویژیتریان. من به نظرم کسایی که خیلی مخالفت های خیلی سخت میکنن آدم ها شکم هستن، آدم هایی هن که شکم پرستن. خیلی هستن میگن ما خیلی ناراحت میشیم از اینکه گوش میخوریم، ولی نمیتونیم، دست خودمون نیست، ما باید گوش بخوریم. ولی بعضی هستن خیلی حمله میکنن به آدم که تو چرا برای چی میگی گوش نخوری، فلان نخوری، تو توهین میکنن. به نظرم اونا به خاطر ترس از شکمشونه که اینطوری برخورد میکنن. اگه نه، هیچ انسانی بدون گوشت و مرغ نمیمیره، چون اینقدر غذا تو دنیا وجود داره که بخوای بخوری. مگه هندوها اکثرشون ویژیتریان؟ مگه مردن هندوها؟ هم موهاشون همشون خیلی پرپشت و بلنده که بعضی میگن اگر نخوریم موهامون میریزه، اینجوری میشیم، هم سالمن هم عمر طولانی میکنن. من نمیدونم چه چیزی میتونه دلیل این باشه که اینا فکر میکنن اتفاقی براشون میفته. میشه همه میترسن که مشکلی ویتامین پیدا بکنن. ویتامین میتونه توی غذا، شما میتونید پروتئین توی سویا پیدا بکنید یا هر چیزی که بخوای میتونید تو گوگل سرچ کنید، بگید مثلا من فلان ویتامین رو نیاز دارم، چه چیزی جایگزینش میشه، اون جایگزینش میشه استفاده میکنی. یا مثلا دیگه در نهایت اینه که آدم قرصای مکمل میتونه استفاده بکنه. وگرنه کسی داره، کسی نه، نموده حالا از اینکه ویژیتریان شده. ولی همه فکر میکنن ویژیتریان شدن اینه که شما لاغر لاغر اسکینی میشی، و
ولی اونم چیزی نیست. آدمیزاده دیگه اونم غذا میخوره دیگه، هر کی بری فکر میکنن هر کی گوشت و مرغ میخوره فقط مثلا چاق میشه، اگه نخوره لاغر میشه. نمیدونم کی تو مغز بعضیا فرو کرده. جالبی که برای من هستش، خب میدونی که کلمه شیک لاکچری از فرانسه میاد، خب و فرانسوی ها لاکچری بودن و شیک بودن رو به سادگی میدونن، ولی توی کشور ما یا کشورهای دیگه، کشورها مثلا کشور عربی، لاکچری بودن و شیک بودن روی برند میدونن. هر کی برند بپوشه، هر کی به خودش بیشتر برسه، زرق و برق داشته باشه، به اون میگن لاکچری. ولی خب اگر بخوای اصل مطلب دنبالش رو بگیری، میبینی که از فرانسه میاد و شیک بودن و لاکچری بودن یعنی سادگی، یعنی خیلی نچرال بودن. من فرقش رو این میبینم که مردم الان اشتباه اینو فهمیدن که میسن که فلانی زندگی لاکچری داره یا تیپ آدم لاکچریه. این اشتباهه، چون خیلی بعد همه چی توی ایران خیلی اشتباه برداشت شده. زیبایی خیلی سلیقه‌ایه، میدونی چیزی که مثلا میگیم زیباست، یک آدم زیباست، یه طبیعتی و یه لباسی یا هرچی که در مورد زیبایی صحبت میکنیم خیلی سلیقه‌ایه. شاید برای من زیبا باشه، برای شما زیبا نباشه. چیز خیلی خاصی مد نظر نیست که بگیم این حتما از دید همه زیباست. زیبایی به نظر من برای یک آدم نظافت مرتب بودنه و اخلاقش، به نظر من یه آدم میتونه با اخلاقش خیلی زیبا به نظر برسه. موج میافتم مثل برگای پاییزی، کسی چیزی نمیفهمه، نترس از آبروریزی، برو انگار که نه انگار، یه حسی بین ما بوده، برو فکر. خب آره، منم اومدم بیرون نه به خاطر اینکه آزادی داشته باشم، روسریمو در بیارم، لباس باز بپوشم یا هر جوری دیگه ای، نه. من اومدم که کاری که دلم میخواد انجام بدم، چون هدف من این نبود که روسریمو بردارم. اگه میخواستم این کارو بکنم خب میرفتم مسافرت کشورهای مختلف، خب این کارو میکردم. من هدف داشتم برای اومدن از کشورم بیام بیرون، میدونی از ایران بخوام بیام بیرون، هدفمو دنبال کرده بودم. هدف که یه چیزیه که تو در نظر داری، باید بگم توش پیشرفت وجود داره یا نه، حد مرز پیشرفتشو باید بگم. خب تو مثلا میگی من میخوام دکتر بشم، خب این مهمه که وقتی تو میخوای دکتر بشی، میخوای دکتر عمومی بشی یا میخوای متخصص خیلی عجیب و غریب مغز و اعصاب بشی. خب این مهمه که تو بخوای کدومش انتخاب کنی. مثلا من میگم من میخوام خواننده بشم، خب الان میخوام خواننده بشم که موندگار باشم، یا خواننده میخوام باشم که یه تایم کوتاهی بیام و برم. این به نظر من اون چیزی که شما پرسیدید که هدف حد و مرز داره، من رو پیشرفت میذارم، چون هدف که یه چیز مشخص شده است، ولی پیشرفتش خیلی مهمه. آره اگر برای پیشرفت باشه میتونی خیلی پیشرفت بکنی تو اون کاری که میخوای انجام بدی. اکثرا خوابامو یادم میاد، تا زمانی که بیدار بشم یادمه. به محض اینکه چشامو باز میکنم همون یادم یه دفعه انگار مغزم میپره، نمیدونم خیلی عجیبه. ولی یه بار یه خوابی دیدم، خیلی خواب جالبی بود برای من. من داشتم یه آهنگ خیلی آسمانی رو اجرا میکردم، خیلی ملکوتی بود، خیلی عجیب بود، و هر چقدر که میخوام این کار رو یه جوری بفهمم چی بوده که بتونم
تو واقعیت بیارمش نمیتونم اصلا تصورش کنم و خیلی مغز منو مدت‌های طولانی مغز منو این درگیر خودش کرده که این چی بود توی خواب من داشتم میخوندم و اون صداهایی که میشنیدم این صداهای چی بود، صداهای آواهای خیلی قشنگی توی اون کار بود، یه چیز عجیبی بودم اصلا نمیدونم کجا بود و چی بود، خیلی نورانی بود و من داشتم یه آهنگی رو میخوندم ببین همش دارم فکر میکنم که چی میخوندم که انقدر اون ملودی رو دوست داشتم یادم بیاد که بتونم اوکیش بکنم درستش بکنی بخونمش و در واقعیت بخونمش، ولی اصلا یادم نمیاد نمیدونم باید چیکار بکنم، چرا من خودم نمینویسم، ولی این تصمیمو دارم که بعد از یه مدتی به کمک یکی از دوستای شاعرم یه سری کمک بگیرم ازش، یه چیزی مینویسم هر از گاهی یه چیزی برای خودم و این پیشنهاد داد که بیا کمکت میکنم که بهت قوانین درست نوشتن شعر و ترانه رو بهت یاد بدم که یه چند تا از کارهای خودتو بخونی که داشته باشی، مثلا یه روزی بگی من شعرم هم دو تا از آهنگام شعرشو خودم گفتم. آره ولی شعرمو خب با بچه ایران کار میکنم، شعرهایی که میگیرم و خودم نه. از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره یا نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست، از آزادی یه جور ترسوندنت که با دستای خودت پرها تو چیدی، چشا تو خط خطی کردن جهانو فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی. من تنها کسی که میبینم که با خواننده های جوان تر خیلی اوکیه و ساپورت میکنه آقای ادیه، بقیه خواننده های این کار انجام نمیدن، ارتش هم حق دارن به خاطر اینکه واقعیتش رو اگه بخوام براست باشم اینه که بعضی از هنرمندای جوان ما واقعا وقتی ساپورت میشن به جای تشکر به جای سپاسگزاری از اون آدمی که حمایتشون کرده میان بر علیهش روبروش وای میستن، یعنی پیش خودشون فکر میکنن خودشون اومدن بالا، فکر نمیکنن اون کمکشون کرده، پشتیبانشون بوده، معرفشون بوده، میگن نه ما خودمون خوب بودیم اومدیم بالا. به خاطر همین من حق میدم اگر خواننده های پیشکسوت خواننده های جوان تر رو حمایت نکنن. مثلا من میگم من میخوام خواننده بشم، خب الان میخوام خواننده بشم که موندگار باشم یا خواننده ای میخوام باشم که یه تایم کوتاهی بیام و برم. این به نظر من اون چیزی که شما پرسیدید که هدف حد و مرز داره، من رو پیشرفت میذارم چون هدف که یه چیز مشخص شده است، ولی پیشرفتش خیلی مهمه. آره اگر برای پیشرفتش میتونی خیلی پیشرفت بکنی تو اون کاری که میخوای انجام بدی. من هدفامو نمینویسم، من هدفام توی مغزمه. مثلا پیش خودم میگم تو باید این کارو انجام بدی، برنامه بعدی تو اینه که تو به این مقصد برسی، این کارو انجام بدی و تمام فکرم و انرژیمو میذارم که بتونم اون کارو انجام بدم. شاید بتونم، شاید موفق نشم میدونی به اون هدف برسم، ولی کلا آدمیام که خیلی به آینده خوشبینم. به خاطر اینکه خیلی خوشبینم به آینده خیلی دیر دلسرد میشم که وای من نمیتونم کار بکنم. بعضی وقتا توی کاری میرم خیلی سخته، ولی میگم خب تو که الان اومدی خب مجبوری انجام بدی. سعی پیش خودم میگم ببین فکر کن مدرسه بعد امتحان بدی، مجبوری که امتحان بدی، بگی هیچ راه دیگه جز امتحان دادن نداری، پس ادامهش بده. به خاطر همین من فکر میکنم که این بهترین تعریف باشه براش.